سلام، جمعه 18 آذر 99 دسامبر 2011 میلادی. در مورد 12 موضوع امروز صحبت میکنم. موضوع اول اینکه گزارش جدید کمیته حفاظت از روزنامه نگاران منتشر شد و شمار روزنامه نگاران زندانی در جهان در سال 2011 به بالاترین حد در 15 سال گذشته رسیده. اما ایران با داشتن 42 روزنامه نگار زندانی هم به طور مطلق و هم نسبی نسبت به جمعیت رتبه اول رو در دنیا داره و بزرگترین زندان روزنامه نگاران. بعد از ایران، اریتره، چین، برمه و ویتنام قرار دارن. این دومین سال پی در پیه که جمهوری اسلامی بزرگترین زندان روزنامه نگارا محسوب میشه. نکته دوم این که آقای محمد خاتمی در صحبتی که دیروز داشته مطرح کرده که شروط برای انتخابات عملی نشد و در واقع عملا شرکت اصلاح طلبان در انتخابات پیشروی مجلس هیچ وجهی نداره. آقای خاتمی 4 شرط حداقلی گذاشته بود، مثل آزادی زندانیان سیاسی و در رأس اونها آقایان موسوی و کروبی، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و اجتماعات و تعبیه سازوکاری که تضمین سلامت انتخابات رو بکنه. نکته سومی که آقای دکتر محمد علی طاهری از بنیانگذاران دو روش درمانی به 7 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده. ایشان از اردیبهشت ماه تا کنون در زندان. نکته چهارم اینکه شعبه 15 دادگاه انقلاب لغو امتیاز نشریه چشمانداز ایران رو ابلاغ کرد و 5 سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی و عضویت در سازمانها و گروهها رو برای آقای مهندس لطف الله میثمی، صاحب امتیاز و مدیر مسئول این نشریه، ابلاغ کرد. آقای مهندس میثمی چند روز قبل که برای سخنرانی در مالزی عازم این کشور بود، معلوم شد که ممنوع الخروج هم شده. مهندس میثمی از مبارزین بسیار باسابقه و از زندانیان سیاسی زمان شاه که چشم و دست خودش هم در مبارزات علیه شاه از دست داد. نکته پنجم اینکه آقای سردار حاجی زاده، فرمانده هوافضای سپاه، از هواپیمای بدون سرنشین امریکایی که مدعیان روی زمین نشوندند پرده برداشت و در تلویزیون طبق برنامه‌ای نشون داد و این هواپیما که تکنولوژی استیلث در واقع داره، رادار گریز هست، به گفته آقای حاجی زاده به لحاظ تکنولوژیک اطلاعات بسیار ذی‌قیمتی داره. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم با احضار سفیر سوئیس اعتراض به امریکایی ها کرده که چرا یک هواپیمای جاسوسی بالای سر خاک ایران بوده. امریکایی ها مدعیان که این هواپیما چند روز پیش از کنترل خارج شده و گمش کرده بودند و در واقع سالم بر زمین نشسته، اما جمهوری اسلامی مدعی است که این هواپیما رو با کار پیچیده الکترونیک توانسته به دام بندازه و بر زمین بنشینه. نکته ششم این که با وجود اون که بیش از یک هفته است که سرعت اینترنت در کشور پایین اومده و صدای همه رو درآورده، مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت اساساً منکر اصل ماجرا شده و مدعی است که همه چیز خوبه و سرعت اینترنت هم تغییر نکرده. سوال واقعا اینجاست که در هفته گذشته که اتفاق خاصی هم قرار نبوده بیفته، چرا باید سرعت اینترنت پایین اومده؟ چرا که قبل ترها سپاه که کنترل این چیزها دستشه معمولا در هنگام تظاهرات و اکسیون ها سرعت رو پایین می آورد. نکته هفتم این که نیروهای امنیتی زیارتگاه اهل حق یا دینیاری رو در استان کرمانشاه به نام سید فرخ در جلالوند از نواحی روستایی استان کرمانشاه
تخریب کردند، اما مانع بازسازی اون میشن. اون اهالی این روستا و چندین روستای اطراف که پیرو این فرقه هستند مدتی زیر فشار حکومت قرار گرفتند برای ترک اعتقادات خودشون و باور کردن به پاره باورهای شیعه افراطی که این آقایون امنیتی میخوان به اونها تحمیل کنه. نکته هشتم این که 30 نفر از نمایندگان مجلس خواستار جلسه غیر علنی شدن برای بررسی تهدیدها و تحریمها. این خواسته مدتی است که در مجلس مطرحه و احتمالاً بعد از این تعطیلات جلسه برگزار خواهد شد. نکته نهم این که خانم هیلاری کلینتون به شرکت‌های کامپیوتری هشدار داد که ابزار سرکوب به مستبدان نفروشند. مثال‌هایی که خانم کلینتون از مستبدان زده جمهوری اسلامی و سوریه است. نکته دهم اینکه آقای پوتین نخست وزیر روسیه و حزبش که در انتخابات اخیر با 50% آرا بیشترین کرسی‌ها رو گرفته، ولی انتخابات رسوایی است که مورد اعتراض واقع شده و روزانه با اعتراض مواجهه، جالبه که امریکا رو به تحریک معترضان به نتایج انتخابات در روسیه متهم کرده. یعنی درست حرفهایی رو آقای پوتین زده که امثال آقای خامنه ای، آقای بشار اسد و سایر مستبدان در این جور مواقع میزنن. جالبه که این حضرات حتی لغتها و داستانسازیهاشون هم عوض نمیشه و حتی اتهاماتی که به مخالفین خودشون میزنن. نکته 11 اینکه شورای ملی سوریه به همراه چندین شخصیت حقیقی و حقوقی دیگه دعوت کردن برای فراخوان دادن برای اعتصابات عمومی در سوریه. هدف این دعوت رو آزادی زندانیان سیاسی قرار دادن، پایان دادن به سرکوب معترضان، اخراج ارتش از شهرهای مختلف و در نهایت هم سرنگونی رژیم بشار اسد. اما بحث آخر ما در خصوص جزوه راه‌های مقابله با بازجویی بود که به همراه یک جزوه دیگه توسط شهروند یار تهیه شده و روی سایت این مجموعه قرار داره. من به همه کسایی که به هر حال مشغول مبارزه هستند و درصدی احتمال میدن که دستگیر بشن سرکارشون به بازجویی بیفته توصیه میکنم این دو جزوه رو بخونن، هم به شکل پاورپوینت تهیه شده هم به شکل PDF و فرصت زیادی رو نمیگیره، اما نکته جالبش غیر از توصیه های درستی که در اون اومده مثال هایی است که به شکل تجربه مطرح شده مبتنی بر تجربیات واقعی بچه های مبارزی که در سالیان گذشته سرکارشون با بازجوهای جمهوری اسلامی افتاده. از جمله توصیه هایی که در این جزوه اومده یکی این است که به بازجو به هیچ وجه اعتماد نکنید، فرض رو بر این بگذارید که هر چه میگویند دروغه، حتی نگهبانی که شما رو ممکن است سلول به این طرف اون طرف ببره و بازی بازجوی خوب بازجوی بد رو همیشه به یاد داشته باشید و اجازه هم ندید که بازجو بخواد طرح دوستی بریزه با شما، مثلا بازجوی خوب و وارد زندگی خصوصیتون بشه، برای اینکه بدونید او هیچ دوستی نداره. بلافاصله وقتی از او شروع کنید سوالات متقابل از زندگی خصوصیش بکنید ببینید که فورا خودش رو کنار میکشه. نکته دوم اینکه موقعیت خودتون رو راه و بیراه به رخ بازجو بکشید، برای اینکه همونطور که دیروز هم صحبت کردیم بازجویی در نهایت یک رقابت پنهان بین بازجو و بازجو شونده است و تمام داستان این است که در انتهای این رقابت چه کسی تفوق شخصیتی بر دیگری داشته باشه و شک نداشته باشید که شما به عنوان یک مبارز راه آزادی، یک آزادی خواه، تفوق شخصیتی بر او دارید. جایگاه شما به عنوان یک مبارز، کسی که
به فکر ملتش هست قطعا از مزدوری مثل بازجو بالاتره. بنابراین آنچه که شخصیت ارزنده شما رو میسازه راه و بیراه وقتی به رخش بکشید امکان پیدا نمیکنه بخواد تفوق شخصیتی داشته باشه. در خصوص ضرب و شتم و شکنجه و کتک زدن، این که یکی از ابزارها، البته ابزارهای قدیمی بازجویی ها هستش، هم این جزوه توصیه های درستی داره که در واقع چگونه اون رو به نقطه قوت خودتون تبدیل بکنید. یک توصیه دیگه این است که در پاسخ سوالات اختصار رو رعایت بکنید و سعی کنید هیچ اطلاعات اضافه‌ای ندید، حتی جزئی ترین اطلاعات کوچک که ظاهراً بی اهمیت هم هستش ممکن است که به درد بازجو بخوره و اون رو به رخ دوستان شما بکشه یا کسانی که با شما دستگیر شدن و بخواهد که در واقع خودش رو خیلی مطلع نشون بده. یکی دیگه از توصیه ها این است که اگر نکته ای رو دارید، مثلا کتابی رو از شما گرفتن، اعلامیه یا مطلبی هست که نمیخواهید گردن بگیرید، در بین دوست و اطراف و حوزه های نزدیک به خودتون اگر فرد فوت کرده ای رو میشناسید یا کسی که به خارج رفته و میدانید دیگه نمیخواد برگرده، میتونید اون مطلب رو به گردن او بنزید. مثلا یک کتاب رو اگر یا یک اعلامیه رو بگید از او گرفتم و روی این حرف هم بیستید که برای اونها دیگه امکان تحقیقش نیستش. و توصیه های دیگه بسیار خوبی که در این جزوه و هر دو جزوه اومده که به شما توصیه میکنم اون رو نگاه بکنید. اندکی صبر سحر نزدیک از تا فردا، شاد پیروز موفق و سرفراز باشید، به امید پیروزی ایران و ایران.